کتاب سکس و شرع و زن در تاریخ اسلام، نویسنده مریوان حلبچه‌ای، راوی ف ایرانی. فایل 21، شروع از صفحه 292. بخش سوم، زنانی که از آنها خواستگاری کرده ولی هر یک به دلایلی به عقد و نکاح او در نیامده. سکس و غریزه جنسی سیری ناپذیر در هر موقعیت و در هر شرایطی بر وجود و افکار محمد غالب بوده و همچو نیروی آتشی و پرجوش درونش را گداخته است. غیر از آن تعداد زنانی که عقد کرده است، تعداد دیگری از زنان را خواستگاری کرده ولی مثل بقیه به شرف دیدار او نائل نشده و مورد خشونت پیامبر گونه وی قرار نگرفتند. حالا به هر دلیلی، چه از طرف خود یا از طرف خیشان، دست رد به سینه محمد زده اند، یا در برخی موارد پشیمانی از طرف خود محمد بوده است. مثلا زبائی بنت عامر یکی از زنان باب طبع عرب بوده، باب حسن بزرگش توجه محمد را به خود جلب کرده. قبل از شروع به تبلیغ برای پیامبریش، این زن را با حالت عریان در داخل کعبه دیده بود. الاصابه ابن حجر الاسقلانی باب زبائی بنت عامر، محمد از او خواستگاری کرد ولی بعدها کهولت و سن بالای آن زن مانع از ازدواج شده است. طبقات الکبرا لابن سعد ذکر من خطب النبی ولم یتم نکاحه. این هم تعدادی از آن زنانی که فقط در مرحله خواستگاری باقی ماندند. یک، امامت بنت حمزه ابن عبدالمطلب بن هاشم. دو، خولت بنت هزیل بن حبیرت ابن قبیصه. سه، شراف بنت خلیفت بن فروت. چهار، مرت بنت الحارث بن عوف بن کعب بن زبیان. پنج، حبیبه بنت سهل بنت الحارث بن زید بن سعلت انصاریه. شش، سوده اول قرشیه. هفت، صفیه بنت بشامت بن نزله. هشت، زباعت بنت عامر بن قرت ابن سلمه بن قشیر ابن کعب ابن ربیعه. نه، ام شریک بنت جابر قفاریه. ده، ام شریک الانصاریه ام شریک. یازده، قزیت بنت دودان ابن عوف. دوازده، ام شریک دوسیه. سیزده، ام شریک القرشیه العامریه. چهارده، ام هانی فاختت بنت ابی طالب بن عبدالمطلب. برای اطلاعات بیشتر به این منبع مراجعه کنید که بیشتر این اسما در آن مکتوب هستند. از طبقات الکبرا ذکر من خطب النبی من النساء فلم یتم نکاحه. در میان تمام زنانی که به آنها ازدواج کرده است، تنها یک نفر از آنها دختر بوده، عایشه. بقیه همگی بیوه بودند. به غیر از اولین همسرش خدیجه، با بقیه زنانش در فاصله زمانی 50 تا 63 سالگی، یعنی در مدت 13 سال آخر عمرش ازدواج کرده است. برای مثال در 51 سالگی سوده، در 54 سالگی عایشه، در 56 سالگی حفصه، در 56 سالگی زینب بنت خزیم، در 56 سالگی ام سلمه هند بنت ابی امیه، در 56 سالگی زینب بنت جهش، در 58 سالگی جبیریه برته
بنت حارث در 60 سالگی صفیه بنت حیی بن اختر، در 60 سالگی ام حبیبه رملته بنت ابی سفیان، در 60 سالگی میمونه بنت الحارث الحلابیه. تمامی زنانش نیز بدین منوال بودن. میتوان این گونه نتیجه گرفت که محمد در زندگیش با 18 زن به طور رسمی پیوند زناشویی داشته، 13 زن دیگر را عقد کرده ولی زناشویی نکرده، از 14 زن هم خواستگاری کرده اما به دلایلی ازدواج کامل برایش میسر نبوده. بخش 5، خود اهدایی زنان به محمد. یکی دیگر از پدیده های قابل توجه دنیای اسلام پدیده ایست به نام خود اهدایی زنان به محمد که در قرآن و روایات به نام هبه یا خود اهدایی معروف هست. هر زن شوهردار یا بیوه اگر میخواست میتوانست خود را به عنوان هدیه به محمد تقدیم کند. او هم اگر اشتیاق به معاشقه داشت برای خودش نگه میداشت و حلال او میشد. ولی اگر میل به معاشقه نداشت در این صورت او را به عقد کسی دیگر در میآورد. زن هم نمیتوانست اظهار پشیمانی کند. این خود اهدایی زنان مختص به محمد بود و برای دیگر مؤمنان حرام است. مطابق آیه 50 سوره احزاب، و زن مؤمنی که خود را داوطلبانه به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به همسری بگیرد. این ازدواج از روی بخشش ویژه توست نه برای سایر مؤمنان. احزاب آیه 50. تمایز قائل شدن در این نوع ازدواج و اختصاص داشتن چنین زنانی به پیامبر در آیه کاملا مشخص است و جزء نوآوری های این نابغه سکس محسوب می شود. به جرأت می توان گفت که یگانه ابداع محمد می باشد، اما سایر مسلمانان را از برکات این ابداع محروم کرده است. ابن کثیر در تفسیر این آیه چنین بیان کرده است: لیس لامرأتن تهب نفسها للرجل بغیر ولی ولا مهر الى نبی. تفسیر ابن کثیر در تفسیر آیه 50 احزاب، هیچ زنی حق ندارد بدون مهریه و بدون حضور سرپرستش خود را به عقد مردی دیگر در بیاورد بجز برای پیامبر. البته اهدا کردن زنان قبل از اسلام رواج داشته است، اما خود اهدایی زنان وجود نداشته. زنان همچون یک هدیه با ارزش در میان سرداران و قدرتمندان و ثروتمندان و پادشاهان مبادله شده اند. به عنوان نمونه پادشاه مقوقس 2 زن و دختر عموی خود را به عنوان هدیه برای محمد فرستاده است. او هم در کمال مهربانی و با آغوشی باز پذیرای آنها شد و با یکی از آنها هم همخوابگی کرد. الحاکم المستدرک علی الصحیحین ذکر سراری رسول الله. ولی هیچ موردی مشاهده نشده است که زنی در شبه جزیره عربستان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام خود اهدایی نماید. محمد این پدیده را صرفاً جهت سیر کردن عقده‌ها و غریزه جنسی سرکش خود ابداع کرده. مطابق روایات هر زنی که خود را به محمد پیش کش می کرد اگر بعداً از کار خود پشیمان می شد نزد محمد همچون سگی بود که استفراغ کرده و مجدداً استفراغش را لیس می زند. پاورقی، قال النبی لیس لنا مثل سوء الذی یعود فی هبت کلب یرجع فی قیته.
صحیح البخاری، کتاب الهبه و فضلها و تحریض علیها، باب لا یحل لأحد ان یرجع فی هبت و صدقت، حدیث 2478 و 79. ادامه من. قرطبی در تفسیر خود آورده است که مطابق نظر برخی از مورخان، محمد چنین همسرانی را نداشته است که خود را پیشکش وی کرده باشند، اما برخی دیگر معتقدند که محمد همسر خود اهدایی داشته است. تفسیر القرطبی الاحزاب 50. ابن کثیر معتقد است تعداد آن زنانی که خود را پیشکش محمد کرده اند بسیار زیاد بوده. ان لعلل اتی و هبن انفسها للنبی صلی الله علیه و سلم کثیر. ابن کثیر تفسیر الآیه 50 الاحزاب. همانطور که در بخش زنان محمد به آن اشاره شد، خولت بنت حکیم بن الاوغز من بنی سلیم یکی از جمله زنانی بوده است که خود اهدایی کرده. تفسیر ابن کثیر الاحزاب 50. مطابق تفسیر قرطبی، هر زنی که خود را به محمد هدیه کند بدون مهر و نکاح برای او حلال است. تفسیر القرطبی الاحزاب 50. عایشه در مقابل چنین اعمال محمد واکنش نشان داده و محمد نیز با آیه‌ای پاسخ وی را داده است. زنانی که خود را به محمد هدیه می کردند، اگر رخسارشان باب طبع او نبود، به افراد دور و برش می بخشید. بخاری و مسلم روایت کرده اند گویا یکی از زنانی که خود را به محمد هدیه کرده است نزد ایشان می رود. ایشان هم بعد از ورانداز کردن از فرق سر تا نوک پنجه آخر سر او را نمی پسندد و سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند به نشان اینکه چهره و رخسار وی را نپسندیده است. در همین موقع صحابه‌ای که در آنجا حضور دارد اعلام می کند ای پیامبر خدا، اگر شما خواهان او نیستید او را به من ببخشایید. پیامبر هم بعد از گذاشتن شروطی چند بی توجه به رضایت زن وی را به عقد آن صحابه در می آورد. صحیح بخاری کتاب النکاح باب تزویج المؤثر حدیث 479. صحیح مسلم باب ندب النظر الى وجه المرأت و کیفها لمن یرید تزوجها. همچنین زنی به نام ام کلثوم بنت عقبه خود را به محمد اهدا می کند. او هم این زن را نمی پسندد و در نتیجه او را به عقد زید در می آورد. ام کلثوم و برادرش در مقابل این عمل محمد راضی نبودند، ولی قدرت و سلطه محمد باعث شده بود که نتوانند از این تصمیم محمد شانه خالی کنند. تفسیر القرطبی فی تفسیر آیت الاحزاب. تمامی رویدادها و سرگذشتهای دنیای سکسوالیته محمد در تاب و توان این کتاب نمی گنجد، چون که سردر آوردن و تحقیق و تفحص در این مورد به سبب انبوه منابع و مأخذ تاریخ اسلام محقق را دچار نوعی سردرگمی و پریشان خاطری می سازد. در مطالعه این منابع بارها با جملات و پاراگراف هایی برخورد کردن که چشم پوشی از آنها را نوعی خیانت می داند. به عنوان مثال روزی از روزها دختری به نام ام حبیبه عباس را دیده است که تازه مرحله شیرخوارگی را تمام کرده بود، یعنی سنش در میانه 2 تا 4 سالگی بوده. با دیدن این دختر بچه گفته است اگر زنده ماندم و این دختر عباس بزرگ شد با او ازدواج خواهم کرد. پاورقی مسند احمد، باقی مسند الانصار، حدیث ام الفضل بن عباس و هیه
اختر میمونه. ادامه من. یا اینکه روزی با زنی انصاری که پیش محمد رفته بود مدت طولانی خلوت می کنند. بعد از مدتی که باز می گردند محمد به او می گوید به خدا سوگند که شما از بهترین دوستان من هستی. صحیح بخاری کتاب النکاح باب ما یجوز ان یخلو رجل بالمرأت عند الناس حدیث 4936. در آن روایت بیان نشده است که آن زن چه کسی بوده است و چرا آن مدت طولانی با محمد خلوت کرده است. باب ششم بخش اول امهات المؤمنین و رازهای پشت پرده زندگی اجتماعی محمد. اگر محققی بی‌طرف و به دور از تعصب تاریخ پرفراز و نشیب زندگی اجتماعی محمد را مورد بررسی قرار دهد برایش محقق خواهد شد که زندگی ایشان سرشار از قدرت طلبی و انباشت ثروت و غرق در سکس و زنان بوده و پاسخگویی به این نیاز درونیش جزء مهمترین و با ارزشترین نیازها و تمایلاتش بوده است. جدای از قدرت و اقتصاد افراد زیادی که معاصر وی بودند از تعداد انبوه زنان محمد سخن به میان آوردند و گفتند محمد چنان غرق در زن گرفتن و خواستگاری بوده است که انگار کاری مهمتر از این مسئله در برنامه‌اش نداشته. در اشاعه این واقعیات یهودیان نقش اساسی داشتند. برای توجیه کردن و جواب دادن به چنین سخنانی آیه‌ای بدین گونه در قرآن مکتوبه او ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله نساء آیه 54. بلکه بعضی از مردم برای آنچه خدا از فضل خیش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند. از این رو با مطالعه تاریخ اسلام چندین سوال به ذهن خطور می کند و خوشبختانه خود تاریخ هم پاسخگوی برخی از آنها بوده است. مثلا اگر سوال شود محمد چگونه از عهده این چنین همسرگیری هایی برآمده و نیازهای جنسی آنها را تأمین کرده است، پاسخ چنین سوالی در منابع موثق تاریخی بدین گونه بیان شده است که محمد برایشان نوبت تعیین کرده بود، هر شب نزد یکی از آنها میماند. بعضی مواقع هم در دمدمای عصر خارج از نوبت نزد یکی از آنها رفته است و در هیچ موقعیتی از نه زن کمتر نداشته. پاورقی ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یطوف علی نساءت فی لیله واحدتا و لهو تسع نسوه صحیح البخاری کتاب النکاح باب کسوت النساء حدیث 4781 صحیح مسلم باب القسم بین الزوجات و بیان ان سنه ان تکون لکل واحدت لیله مع یومها. ادامه ما سکس با این نه زن غیر از آن تعداد کنیزانی بوده است که همیشه در اطراف و اکنافش آماده بودند. محمد این قدرت سرشار از سکس را به الهامی از طرف جبرئیل ربط می داد و می گفت روزی جبرئیل چیزی به من خورانده است و به محض خوردن آن قدرت جنسی من 40 برابر شده است. پاورقی لقینی جبرئیل به قدر فعکلت منها و اعتیت الکفیت و قا 40 رجلا المنتخب من کتاب و زواج و نبی ما جاء فی ما اوتی رسول الله صلی الله و علیه و آله و سلم من قوت فی جماع. ادامه من این چنین قدرت جنسی همیشه در حال فوران را میتوان در شخصیت و فعالیت کسی همچون راسپوتین دید. البته
نباید فراموش کرد که این قدرت فوق‌العاده جنسی دلیلی بر ضعف پیامبری و یا ضعف اسلام نیست، بلکه خود دلیلی بر صحت ادعای ما مبنی بر توانایی‌های طبیعی انسان را نشان می‌دهد. این چنین توانایی‌های جنسی ارتباطی با گفتارهای دینی و متافیزیکی ندارد، بلکه کاملا یک پدیده طبیعی است و محمد هرگاه آرزو کرده باشد و به هر طریقی که برایش ممکن بوده باشد خود را ارضا کرده است. ناگفته نماند که انتقادی بر توانایی های انسان نیست، بلکه انتقاد این است که شخصی ادعا کند و بگوید من پیامبرم، از طرفی از پاک کردن جامعه از فساد و تباهی دم زده و کنترل نفس اماره را توصیه کند، از طرف دیگر خود پرچمدار و سرقافله رهروان نفس اماره باشد. در جایی دیگر با تبلیغاتی این چنین ضد و نقیض، زمانی که زنانش روزه بودند یا در قاعدگی ماهیانه بودند با آنها معاشقه کرده و هرگز چیزی از خوشگذرانی هایش کم نکرده است. پاورقی ان عایشه رضی الله عنها قالت ثم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل و هو صائم و یباشر و هو صائم. صحیح مسلم. باب بیان ان القبلت فی صوم علی من لم تحرک شهوته. حدیث 1106. ادامه متن. همانطور که در روایات به کرات بیان شده است که محمد منی و شهوت خود را در رحم زنانش در هنگام قاعدگی به سبب خون‌آلودگی آنها خالی نمی کرد. به عنوان نمونه عایشه نقل کرده است و می گوید در زمان قاعدگی محمد مرا وادار می کرد دستمالی بر روی محفل خود بیاندازم و بدین طریق عمل جنسی را به انجام می رسم. صحیح البخاری کتاب الحیض باب مباشرت الحائض حدیث 296. این در حالی است که آیه‌ای در سوره بقره وجود دارد که در آن عمل سکس را در زمان عادت ماهیانه نفی می کرده، اما خود محمد به این امر مبادرت ورزیده است. بقره آیه 222. از تو درباره عادت ماهیانه زنان می پرسند، بگو آن رنجی است. پس هنگام عادت ماهانه از آمیزش با زنان کنار گیری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوید. آیه بر عدم جماع در مدت زمان عادت ماهیانه تأکید دارد. اول به سبب اینکه برای زن دردآور است و دیگر اینکه در این مدت زهدان خونالود و چرکین است، تا جایی که زن وارد شده به چنین حالتی را نجس می انگارد. ولی محمد حتی فرمان خدایش را هم اجرا نمی کرد. حتی زنان قاعده و پریود را ناپاک و نجس می داند. و این علت نجاست معلوم نیست به چه چیزی برمی گردد. قاعدگی زنان پدیده‌ای کاملا طبیعی است و احتیاج به بررسی های علمی دارد. در نتیجه تمامی بررسی های علمی، مطلبی دال بر ناپاکی زنان در این دوران وجود ندارد. احتمال دارد این قانون نیز از جمله آن احکامی باشد که برای خودش جنبه اجرایی و استثنایی داشته. از همان احکامی که با وجود داشتن وضوع یا در حال روزه داشتن یا در حالت حیض زنانش می توانسته به آنها معاشقه نماید، ولی این قانون عمومیت نداشت و برای دیگر مردم حرام بود. همچنان که نقل کرده اند که مردی با دهان روزه با همسرش عشق بازی کرده است، محمد نیز حکمی بدین گونه برایش تعیین می نماید. یا باید برده ای را آزاد کنی، یا 2 ماه پشت سر هم روزه بگیری، یا 60 فقیر را طعام دهی. صحیح بخاری کتاب الحیض باب ازا جامع فی رمضان ولم یکن له
شیئا فتصدق علیه فلا یکفر. صحیح مسلم، کتاب الحیض، باب تقلیز تحریم الجماع فی نهار رمضان. محمد سوای از آن همه همسری که داشته است، سرگذشتی دیگر از زندگی وی نقل کرده اند که نشانگر قدرت فوق‌العاده و کنترل ناپذیر غریزه جنسی وی می باشد. روزی از روزها در بازار زنی را دیده. فلفور فکر سکس و هوسرانی بر سرش می زند. در جا به خانه باز می گردد و شهوت خیش را در یکی از زنانش تخلیه می کند. این روایت بدین گونه است. ان جابر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأی امرأتن فعتی امر اتهو زینب و هی تم اسو منیت لها فقضا حاجتن ثم خرج الال اصحابه فقال ان المرأت تقبلو فی صورت شیطانه و تدبرو فی صورت شیطان. صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب ندب من رأی امرأت فوق احد فی نفسه الى ان یأتی امرأت او جاریت فیو اقعها. حدیث 1403. از جابر نقل شده است که همانا رسول خدا زنی را دیده است و فوراً خود را به همسر زینب می رساند. هرچند زینب مشغول پخت نان بود، اما محمد نیاز جنسی خود را برآورده کرد و پیش اصحاب و یارانش بازگشت و به آنها گفت زن در شکل و صورت شیطان به انسان روی می آورد و در همان شکل و شمایل نیز به انسان پشت می کند. اگرچه زینب مشغول سرشتن خمیر بوده است، ولی نیاز عاجل محمد مجال اتمام پخت نان را نداده است و با هر شیوه و هر طریق ممکن خود را از آن جهش ناگهانی هوا و هوس خلاص کرده. بعد از اتمام نیاز جنسیش فراموش می کند که غرایز جنسی وی باعث و بانی این ارتباط بوده است. با این حال باز هم زن را مجرم و همپایه شیطان قلمداد می کند و آن را به دیگر اصحابش نیز القا می کند. همین درک نادرست و عدم فهم کافی محمد در قبال سکس و زن شخصیت وی را وهم‌آلود کرده است و مسلمانان را با قاموسی از کلمات و حرکات ناآشنا و عجیب و غریب روبرو ساخته است که قبلا چنین اعمالی در میانشان بدین گستردگی یافت نمی‌شد و هیچگاه چنین انتظاری نداشتند که زنی رو در روی پیامبرشان بایستد و او را با صفت عامی و خصلت بازارمنشانه توصیف نماید. صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب من طلق و هل یواجه الرجل امرأت بالطلاق، حدیث 4956 و 57. محمد کاملا نسبت به کام گرفتنها و لذائذ جنسی ناآگاه بوده است، چون که این ارتباط بستگی تام به نحوه انجام و خود انجام دهنده آن دارد. به همین خاطر در خیال خود زنانی را که پرده بکارتشان را از دست نداده اند بهتر و لذت بخشتر دانستند. مدام به اصحابش توصیه می کرد اگر قصد ازدواج کردید دختر بگیرید نه بیوه. روزی جابر ابن عبدالله خبر متأهل شدن خود را به محمد داده. محمد گفته است دختر است یا بیوه؟ او هم میگوید بیوه است. محمد میگوید اگر دختر میگرفتی بهتر و نکوتر بود، چون با او بازی های کودکانه را هم میتوانستی انجام دهی. صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب تزویج سیبات، حدیث 4792. این سرگذشت نمود همان خاطره ایست که برای مستعصم خلیفه عباسی پیش آمده. دو کنیز را نزد خلیفه بردند، یکی دختر بوده دیگری بیوه، تا از میان آن دو یکی را انتخاب نماید. او هم دختر را انتخاب می کند. بیوه به او می گوید بین من و او
یک روز اختلاف وجود دارد. در پاسخ دخترک گفت: یک روز در نزد خدا برابر است با هزار شب شما. این سخن مصداق این آیه است: ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، سوره حج آیه 47. همانطور که اشاره کردیم، قدرت فوق‌العاده جنسی محمد و برآورده کردن هوا و هوس‌هایش مردم را نسبت به وی بدگمان کرده بود. از این رو هر وقت او را با زنی می دیدند، با دیده شک و بدگمانی به او می نگریستند. مطابق روایتی که صفیه همسر محمد برای علی ابن امام حسین بازگو کرده است، در راهی دو صحابه به نام اسید ابن حوزیر و عباد ابن بشیر را می بینند. در حین سلام و عرض ادب، ایما و اشاره هایی میان این دو صحابه رد و بدل می شود. محمد به ایمام و اشاره های آنها پی برد، آنها را نگه داشت و گفت: این خانمی که همراه هم است صفیه بنت حویی است. اصحاب می گویند: سبحان الله، ما که چیزی نگفته ایم. محمد خطاب به آنها گفت: شیطان همیشه در کمین است تا در نهاد و خون انسانها نفوذ نماید. تنها حراسی که داشتن مربوط به این بود که مبادا شیطان در ذات شما نیز نفوذ کند. صحیح بخاری، کتاب الاعتکاف، باب هل یخرج المعتکف لحوائجت الى باب المسجد، حدیث 1930. فایل 22، شروع از صفحه 309. همچنین اسماء بنت ابی بکر صدیق، خواهر عایشه و خواهر زن محمد، در راهی با پشته سنگین راه می رفت. محمد او را می بیند و از او می خواهد تا با هم بر شترش سوار شوند. اسما از ترس غیرتی شدن مردش با او سوار نمی شود. منبع قبلی صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الغیره، حدیث 4926. اما اگر اسما از محمد مطمئن بود و مردم نسبت به وی سوء ظن نداشتند، قطعاً با او همراه می شد. داستان زیر هم چنین سوالاتی را در اذهان متبادر می سازد. عایشه می گوید: شبی که نوبت همراهی با من بود، زمانی که پیامبر رسید، من خود را به خواب زدم. پیامبر دمپایی و عبایش را درآورد و روی پتو دراز کش شد. بعد از اطمینان از اینکه من خوابم برده است، به آرامی از جایش برخاست و به آرامی در را گشود و بیرون رفت. من هم لباس پوشیدم و حجاب کردم و عبایم را بر روی خود انداختم و تا بقیع دنبالش کردم. دیدم سه بار دستانش را بلند کرد و بعدن برگشت. من هم با عجله برگشتم. هر وله می رفت. من هم سعی کردم با دویدن قبل از او به خانه برسم و دوباره خود را به خواب زدم. هنگامی که به منزل رسید، فهمیده بود که من دنبالش کرده ام. به من گفت: آیش، چه شده؟ آن سایه ای که دیدم تو بودی؟ من هم گفتم: پدر و مادرم فدایت کردند. بله، من بودم. مشتی بر سینه ام کوبید و گفت: چرا فکر می کنی خدا و پیامبرش به تو ظلم می کنند و غیره. صحیح المسلم، کتاب الجنائز، باب ما یقال ثم دخول القبور و دعا لأهلها، حدیث 974. خودش هم نسبت به زنانش بدگمان بوده است. مثلا روزی که
به منزل عایشه می رفت مشاهده کرده که مردی پیش عایشه است. محمد با دیدن آن مرد رنگش پریده و خیلی برایش سخت بوده. عایشه به محمد گفته است این برادر رضایی یا شیری من است. محمد با عصبانیت گفته است خب فکر کنید چه کسانی برادر شما هستند. بیشتر شیر دادنها شاید به خاطر گرسنگی بوده باشد. صحیح مسلم کتاب الرضا باب انما الرضاعة من المجائه حدیث 1455. ابن قیم الجوزی در کتابش به نام اخبار النساء بیشتر از هر مورخ دیگری زنین و بدگمان بودن محمد را به تصویر کشیده است. به عنوان نمونه میگوید روزی مردی نابینا به نام ابن ام مکتوم به خانه محمد آمده بود. در آن هنگام دو تن از همسرانش حضور داشتند. محمد به آنها گفته است بروید و در اتاقی دیگر بنشینید. زنان گفتند ای محمد این مرد که نابیناست و چیزی را نمیبیند. محمد در جواب گفته است او نابیناست، شما که بینا هستید. ابن قیم الجوزی اخبار النساء دارالمدی للثقاف نشر سوریا دمشق 2001 صفحه 108. نمیتوان اسلام یا خود محمد را به جرم سکس بازی متهم و گناهکار بدانیم، چون که سکس بازی هایی که در دوره اسلامی وجود داشته است آداب و رسوم بسیار ارتجاعی و بی ارزشی بودند که از رفتار و کردار باستانی شبه جزیره عربستان که مرسوم بوده است به جای مانده. ولی اتهام و جرمی که به اسلامیت و پیامبری محمد وارد شده است این است که ارتجاعی ترین و بی ارزش ترین پدیده سکس بازی را با تمام جزئیاتش احیا کرده است، آن هم به قیمت پایمال کردن کرامت انسانی زنان و نادیده انگاشتن ابتدایی ترین حقوق آنان. در اسلام همیشه زن را در پایین تنه اش خلاصه کرده و صرفا هم چون وسیله‌ای برای ارضاء لذائذ جنسی به حساب آورده و این حقیقتی غیر قابل انکار است. در روایتی از محمد چنین آمده است زن عورت است، اگر از خانه هم بیرون رود شیطان نگهبان اوست. سنن الترمذی کتاب الرضا باب ما جاء فی کراهیت الدخول علی مغیبات حدیث 1183. داشتن شماره بسیار زیادی همسر شبهه ایجاد می کند که آیا محمد توانسته است میان آنها عدالت را رعایت نماید؟ نمونه های مستند و قابل دسترس حکایت از این دارد که عدالت در میان آنها اجرا نشده است. مثلا بخاری در روایتی نقل کرده است که زنان محمد به علت زیادیشان و عدم ایده ای منسجم در میان خودشان جبهه‌گیری می کردن. حتی در آن روایت از آن دو گروه تعبیر به دو حزب شده است. گروه اول عایشه و حفصه و صفیه و سوده بودند. گروه بعدی ام سلمه و دیگر همسران بودند. بخاری کتاب الهبه و فضلها و تحریض علیها باب من عهدی الی صاحبه و تحری بعض نساء دون بعض حدیث 2442. محمد عایشه را بیشتر از دیگر همسرانش دوست می داشت و عایشه نیز به همین سبب به خود می بالید، تا جایی که 10 مورد را به عنوان مایه مباهات و شرف و شوکت خود برشمارده است و با این عناوید دیگر همسران را اذیت می‌کرد. این موارد از زبان عایشه عبارتند از الف غیر از من با هیچ دوشیزه‌ای ازدواج نکرده است، ب در زمان هجرت به مدینه پدر من یار غار او بود، جیم خداوند پاک بودن مرا در آسمان‌ها نوید داده است، اشاره به مسئله فدک، دال قبل از ازدواج ما جبرئیل مرا برای محمد نشان کرده و نوید همسری مرا به وی داده است. ه دوبار مرا در خواب دیده است.
واو همراه با محمد در یک تشت حمام کرده ایم. ز در آغوش من وحی برایش نازل شده است. ه در آغوش من جان به جان آفرین تسلیم کرده است. تا در منزل من به خاک سپرده شد و ادعا می کرد که این موارد مختص به وی بوده و هیچ کدام از زنانش چنین مواردی از شرف و شوکت را نداشتند. از طبقات کبرا لابن سعد باب عایشه. عایشه جدای از اینکه نوبت‌های سوده بدریخت و فرتوت را از آن خود کرده بود، از فرصت‌های دیگر برای حضور در رقابت استفاده می‌کرد. مثلا روزی که محمد از دست صفیه ناراحت شده بود، صفیه به عایشه پناه آورد و از وی خواست تا محمد را نسبت به وی دلگرم نماید. در عوض نوبتی از نوبت‌های خیش را به وی می‌بخشد و بدین ترتیب به شیوه‌ای مسالمت آمیز مشکل گشای صفیه می شود. المسند لأحمد ابن حنبل باب حدیث عایشه. اگر کسی هدیه‌ای با خود می آورد و می خواست آن را به محمد تقدیم کند، صبر می کرد تا شب نوبت عایشه. دیگر زنان محمد نارضایتی خود را از این عمل به گوش ام سلمه رساندند تا به محمد اطلاع دهند. ام سلمه بعد از دو بار مطرح کردن مسئله و نگرفتن هیچ پاسخی، در مرتبه سوم محمد با او گفت از عایشه بدگویی نکنید، چون که او تنها زنی بوده است که در موقع همبستری با وی برایم وحی نازل شده است. منبع قبلی. این گروه برای دومین مرحله دست به دامن فاطمه شده اند تا بلکه بتواند یک تازی های محمد را در برابر عایشه به نحوی کنترل نماید. محمد در جواب فاطمه گفته است: ای دختر نازنینم، آیا تو کسی را که من دوست دارم دوست نداری؟ منبع قبلی. این جواب هم مهر سکوتی بر دهان فاطمه شد. در سومین مرحله تلاش این گروه نزد زینب دختر عمه محمد می روند. او هم نزد محمد رفته، اتفاقا در منزل عایشه هم بوده است. زینب با صدای بلند و با حضور عایشه تقاضای دادگری میان زنان را دارد، اما عایشه پاسخی دندان شکن تحویل زینب می دهد، به طوری که زینب چاره‌ای جز سکوت ندارد. محمد با نگاه معنادار به عایشه و خطاب به وی میگوید: دختر ابوبکر است. منبع قبلی. یعنی از کوزه همان تراود که در اوست. رقابت و کشمکش میان زنان به حد اعلای خود رسیده بود. سخنان ناشایست و رکیک رد و بدل میکردند. عایشه و حفصه دست به یقه هم شدند. عایشه سخنان زنندهی به پدر حفصه، یعنی به خلیفه عمر، نثار کرد. در عوض حفصه نیز از گفتن ناسزا به پدر عایشه، یعنی خلیفه ابوبکر، دریغ نکرده است. طبقات کبرا باب ذکر ازواج رسول الله فصل عایشه. حتی زنان همدست و همجناح هم در مقابل همدیگر دسیسه و توطئه چیده هم. و نمونه هایی نیز وجود دارد. مثلا محمد در روایتی از عایشه از باب مذاق بودن عسل و حلوا به عنوان عسرانه در کنار زنانش خبر می دهد. روزی نزد حفصه می رود و بیش از حد مجاز و انتظار نزد او می ماند. عایشه می گوید: بعد از تفحص زیاد فهمیدم که علت آن ماندگاری بیش از حد وجود عسلی ناب بود که برایش آورده بودم. از این رو شروع به طرح نقشه‌ای کردیم تا من بعد بیش از حد مجاز در آنجا نماند. نقشه را با کمک سوده و صفیه عملی ساخته تا جایی که خوردن آن عسل را به کام محمد زهر کردم. صحیح بخاری کتاب الطلاق باب لم تحرم ما اهل الله لک، حدیث 4967.
شبهایی که محمد در مجالس شبنشینی شرکت می کرد و مردم دورش جمع می شدند، معمولا تمامی همسرانش نیز حضور داشتند. حتی در این مجالس هم بعضی اوقات هوای معاشقه جزئی بر سرش می زد. معترض چنین شبهایی و چنین عشقبازی هایی تنها عایشه بوده است. انس روایت می کند شبی که مجلس در منزل عایشه بوده و نوبت ایشان هم بود، به طور اتفاقی زینب کنار محمد می نشیند. محمد نیز دست نوازشگرانه‌ای به سوی وی مرحمت می فرماید. عایشه معترض می شود و داد و فریاد به راه می اندازد و به محمد می گوید او زینب است و عایشه نیست، یعنی نوبت را مراعات کن. این اعتراض عایشه دست محمد را کوتاه می کند. زینب از این رفتار عایشه ناراحت می شود و منجر به دعوای آن دو می شود و تا هنگام نماز عشاء طول می کشد. ابوبکر در این اثنا به محمد می گوید به مسجد برویم برای ادای فریضه نماز، بعدن دهانشان را کاهگل بگیر. بعد از نماز ابوبکر دوباره باز می گردد و عایشه را مورد باز پرسی قرار می دهد. صحیح مسلم کتاب الرضا باب القسم بین الزوجات و بیان ان السنه ان تکون لکل واحده، حدیث 1469. عایشه زنانی را که بدون گرفتن مهر و کابین خود را به محمد می بخشیدن مورد سرزنش قرار می داد و آن را لکه ننگی می داند برای زنان. هرچند مسئله خود اهدایی در قرآن به صراحت بیان شده است، ولی عایشه خطاب به این دسته از زنان گفته است واقعا جای بسی شرمساری است که زنان خود را بدون گرفتن هیچ مهریه‌ای به مردان ببخشایند. صحیح بخاری کتاب نکاح باب حل للمرأة تهب نفسها للرجل، حدیث 4823. هر زمانی که حقوقش پایمال شده باشد مستقیما اعتراض خود را ابراز داشته است و از حق خود نگذشته است. حقیقتی آشکار است که عایشه در میان دیگر زنان محمد از ذکاوت بیشتری برخوردار بوده است. علمای اسلامی او را به عنوان زیرکترین و باهوشترین زنی که مسائل قرآن را توانسته تفسیر نماید می شناسند. همچنین او را به عنوان منبعی موثق برای روایات احادیث نبوی به حساب می آورند. صحیح بخاری کتاب الحیض باب مباشرت الحائض، حدیث 296. از صفات حسنه عایشه این بوده که بدون هیچ شرم و پرده‌ای سرگذشت ها را روایت کرده است، به دور از هر گونه مرز و محدودیتی که اکنون در میان زنان مسلمان به وفور دیده می شود. نام اندام های حساس و پدیده ها و عواقب انواع سکس را بیان کرده است. هر سؤالی که از وی پرسیده باشند بی پاسخ از آن نگذشته است. حتی به آلت تناسلی محمد نیز اشاره کرده است و گفته است آلت هیچ مردی همچو آلت محمد نبوده است. و ایمکم یملک اربه کما کأن النبی صلی الله علیه و سلم یملک اربه. صحیح بخاری کتاب الحیض باب مباشرت الحائض، حدیث 296. هر وقت با محمد در تفاهم و سازش بودن می گفت به خدای محمد قسم، و هنگامی که از وی دلخور می شد می گفت به خدای ابراهیم سوگند. صحیح بخاری کتاب النکاح باب غیرت النساء و وجدهن، حدیث 4930. از وجود خدا و پیامبر هیچ ابایی نداشته و به هر شیوه ممکن پرده برداری کرده است، تا جایی که در باب شأن نزول آیات نیز دخالت نموده. عایشه نسبت به آیه 51 سوره احزاب که در آن بحث خود اهدایی زنان است جبهه‌گیری کرده و بخاری و ابن کثیر
این واقعه را تایید کردند و از زبان عایشه نوشتند در مورد زنانی که خود را به محمد هدیه می کردند خیلی نگران و ناراحت می شدند. مدام می گفتند چگونه ممکن است زنی یا انسانی وجود خود را به انسان دیگر پیشکش کند، تا اینکه این آیه نازل شد. احزاب 51. نوبت هر کدام از آن زنها را که می خواهی به تأخیر انداز و هر کدام را که می خواهی پیش خود جای ده و بر تو باکی نیست که هر کدام را که ترک کرده ای دوباره طلب کنی. باز هم عایشه زبان از انتقاد نبسته و خطاب به محمد گفته است می بینم که خدایت در به انجام رسانیدن آمال و آرزوهایت با تو همگام است. تفسیر ابن کثیر فی تفسیر الآیه 50 الاحزاب، همچنین صحیح بخاری کتاب نکاح باب حل للمرأت تهب نفسها للرجل. بخاری این انتقاد عایشه را از زبان خودش بدین گونه روایت کرده است: نفرت و بیزاریم روز به روز نسبت به آن زنانی که خود را کاد و پیچ می کردن برای محمد بیشتر و بیشتر می شد. می گفت مگر زنان کالا هستند که چنین خود را هدیه می کنند. ابوذر هم روایتی از محمد نقل کرده است که در آن اشاره شده است که سه چیز نمازگزار را از نمازش منحرف می سازند: الاغ، زن، سگ سیاه. از ابوذر پرسیدن فرق ما بین سگ سیاه و سگ قرمز در چیست؟ ایشان هم که همین سؤال را از محمد پرسیده بود جواب می دهد سگ سیاه شیطان است. صحیح مسلم کتاب و صلات باب قدر ما یستر المصلا. روزی از روزها جمعی در میان خودشان بحث می کردند و بحثشان بر سر این مسئله بود که چه چیزهایی سبب ابطال نماز می شود و به این روایت منقول از ابوذر هم استناد می کند و الاغ و زن و سگ سیاه را هم به لیست مبتلین نماز می افزاید. عایشه با لحنی تند می گوید ما را هم ردیف و تشبیه به سگ و الاغ کردی؟ عجب حیوان کثیفی است این زن. این لحن عایشه در واقع انتقاد به خود محمد است که زن را همپایه و همتراز سگ و الاغ دانسته. عایشه در روی محمد صدایش را بلند کرده و محمد از دست وی به پدرش ابوبکر شکایت کرده است. سنن ابی داوود کتاب الادب باب ما جاء فی المزاح. در واقع علیه آن آیه عمل کرده است که میگوید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای کسانی که ایمان آورده اید صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید. الحجرات 2. این روی گردانی از آیات سرانجام گلایه و تنبیه ابوبکر را به همراه داشته است. طبقات الکبرا باب ذکر ازواج رسول الله فصل عایشه. نسبت به ازدواج‌های مکرر و گرفتن همسران غیر قریشی معترض شده و با توپ و تشرهایش به محمد گفته است دستش هم به غریبه‌ها رسید، تنها مانده از ما سیر شود و کاملا در خدمت بیگانه ها باشد. طبقات الکبرا باب ذکر ازواج رسول الله فصل عایشه. عایشه همانند هر انسان با احساس و دارای امیال و آرزوها حق داشته است که از خود دفاع کند، اما بی ارزش بودن زنان و نبود پایگاه اجتماعی زنان در جامعه آن روزگاران تلاش های وی را عقیم ساخته. در جایی دیگر و به خاطر گرفتار نیامدن دختری در دام تعدد زوجات، دخترکی نونهال به نام ملیکه بنت کعب که پدرش را در جنگ بدر از دست داده بود مخفیانه توطئه‌ای چیده و آن زن را نسبت به این عمل پشیمان کرده است. به او گفته بود شرمسار نمی گردی؟ همسر مردی شوی
که قاتل پدرت است؟ این جمله او را از این ازدواج پشیمان می کند، هرچند که محمد او را خواستگاری کرده و به عقد خود درآورده بود. منبع قبلی. همانطور که شرح آن گذشت، عایشه برایش دشوار بوده کسی همچون جبیریه قسمتی از زندگی او را تصاحب نماید. صفیه از زمره زنانی بوده که محمد او را به عنوان غنایم جنگی تصاحب کرده است. به همین خاطر آماج طعنه و تشرهای عایشه قرار گرفته است. جبیریه هم به خاطر افتخارات عشیره‌ای که دیگر زنان داشتند و او از آن بی بهره بود، مورد سرزنش و کنایه ها قرار می گرفت. او هم شکایت و گلایه خود را به محمد می رسانید. محمد نیز این تشرها را به حساب حسادت زنانه گذاشته و گفته که مهریه او بیشتر از دیگر زنان است، چون که به خاطر جبیریه چندین اسیر و کنیز را از قبیله بنی مصطلق آزاد کرده است. المنتخب من کتاب ازواج النبی قصه تزویج النبی جبیریه بنت الحارث بن ابی زرار. مجموع این حوادث ذهنیتی به محمد القا کرده است که در هنگام برگشتن به خانه سه بار گفته است در اینجا فتنه و دسیسه‌ای برپا خواهد شد که محل رشد شاخهای شیطان خواهد بود. صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی حدیث 2937. اگرچه جوانب این روایات را با دقت بررسی کنیم، برایمان روشن خواهد شد که اگر عایشه خود نیز مسلمان بوده است و به خدا و محمد ایمان داشته است، ولی در مقابل حقوق ابتداییش با دیدی شبه آلود به محمد و مسائل نگاه کرده است و کاملا درک کرده است که خدایش طرفدار محمد است تا دیگر مسلمانان. همیشه محمد برای رسیدن به کامیابی‌هایش به حربه خداوند تمسک جسته است و مدام با استفاده از این حربه‌ها برای رسیدن به آمال و آرزوهایش آماده پیاده کردن آیه‌ای بوده است. تفسیر ابن کثیر فی تفسیر الآیه 50 الاحزاب. حفصه دختر عمر نیز با عایشه هم عقیده و هم نظر بوده است. به عنوان همسر محمد همیشه فردی معترض و مدافع از حقوق خیش بوده است. دفاع از حقوق خود در جامعه شبه جزیره عربستان از موارد نادر هستند و هیچ زنی توانایی این چنین دفاعیاتی نداشته است. طبیعی است که چنین رفتارهایی با عادات و رفتار محمد مغایرت داشته است. غیر از بکارگیری و استفاده بهینه از نظام مرد سالاری و سروری خیش، با حربه قرآن و سوء استفاده از جملاتی به نام آیه بارها حفصه یا عایشه را تهدید کرده است. مانند آیه 4 از سوره تحریم: اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید بهتر است، واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است، و اگر علیه او به یک دیگر کمک کنید، در حقیقت خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و مؤمنان صالح نیز یاور اویند و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. به سبب اینکه این آیه اختصاص به همسران محمد داشت و مربوط به مشکل خانوادگی و در عین حال بیانگر معذری اجتماعی بوده است، کسی به درستی شأن نزول آن را نمی فهمید. عبدالله ابن عباس شخصیت نامدار اسلام از آن می دارد که خیلی در این باره کنجکاو شدم تا شأن نزول این آیه برایم روشن شود که خدا با چنین آیه ای آن دو زن را این گونه تهدید کرده است. اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید بهتر است. و الله روزی از عمر ابن خطاب پرسیدم این افراد چه کسانی بودند؟ در جواب گفت عایشه و حفصه. صحیح بخاری کتاب المظالم باب القرفه و علیه المشرفه فی سطوح
و غیرها، حدیث 2336. عایشه و حفصه به سبب دلربایی صفیه به وی رشک برده اند و از اینکه صفیه همسر محمد است ناخشنود بودند. از این رو با گوشه و کنایه به او گفتند: تو کنیزکی یهودی هستی، ما از شما برتر و نجیب زاده تری، برای ما مهریه تعیین شده و حتی نسب من با محمد یکیست. صفیه چاره‌ای جز جواب دادن و زاری کردن و بازگویی ماجرا برای محمد نداشته. محمد نیز تنها با دلجویی میتوانست التیام تبعیض طبقاتیش دهد. کتاب صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یتجوز من اللباس البست، سنن الترمذی، جلد 2، رقم الحدیث 3980. فایل 23، شروع از صفحه 324. طبری در تفسیر خیش یکی از اعتراضات عایشه و حفصه بر ضد محمد را ثبت کرده است. این داستان اگرچه بسیار حیرت آور است، اما متاسفانه کسی به آن اشاره‌ای نکرده است. در تفسیر طبری چنین آمده است: منظور از آیه اول از سوره تحریم که میگوید ای پیامبر، چرا چیزهایی را که خداوند برایت حلال کرده است از خود حرام می‌کنی؟ این است که پیامبر با کنیزش در حال معاشقه بوده است که در این موقع حفصه همسر محمد شاهد ماجرای منازله آن دو بوده است. حفصه بسیار مشوش و ناراحت می شود، به محمد می گلا با چشمان خودم دیدم که این کردی، مگر من از دیگر زنانت سر به زیر تر و آرام تر نبودم؟ پیامبر می گوید آرام باش و بیش کسی سخنی نگو. من نیز قول می دهم آن کنیز را از خودم حرام کنم و به هیچ وجه نزدیکش نشوم. حفصه در جوابش می گوید: چگونه می توانی دستور خداوندی را از خودت حرام کنی، در صورتی که خداوند این کار را برایت حلال کرده است؟ اما محمد سوگند یاد می کند که نزدیکش نشود. تفسیر الطبری فی تفسیر آیه 4 من سوره التحریم. این کنیز چه کسی بود؟ اصل ماجرا از چه قرار است؟ در قسمت بعدی وقایع مربوط به این کنیز را مورد بررسی قرار می دهیم. بخش دوم، واقعه ماریه قبطی. ماریه بنت شمعون، مشهور به ماریه قبطیه، یکی از کنیزان اهدایی پادشاه اسکندریه بوده است که برای محمد فرستادند. ماریه همراه با خواهرش سیرین و پسر عمویش مابور هر سه جزو اهدا شدگان به محمد بودند. محمد سیرین را به یکی از اصحابش به نام حسن ابن ثابت می بخشد و ماریه و مابور را هم برای خود نگه می دارد. تفسیر الطبری فی تفسیر آیه 4 من سوره التحریم. احتمالا ماریه خیلی خوشگل و زیبا بوده است که شامل ازدواج های بدون خواندن عقد و نکاح برای محمد شده و او را بر خود حلال کرده است. در سال 8 هجری از او صاحب فرزندی می شود به نام ابراهیم، اما در 18 ماهگی از دنیا می رود. ماریه بنت شمعون وحی التی اهداها الی رسول الله صلی الله علیه و سلم المقوقس صاحب الاسکندریه الحاکم ذکر
سراری رسول الله صلی الله علیه و سلم فاولهن ماریت القبطیه ام ابراهیم. برخی از روایت ها حکایت از آن دارند که ابراهیم پسر محمد نبوده بلکه پسر مابور بود است. یعنی این فرزند ولد الزنایی است منتسب به محمد. این شایعات جدای از این که به گوش خود محمد هم رسیده در میان مردم و حتی در میان مورخان نیز بحث شده است. در روایات چنین نقل شده است که محمد با ماریه همبستر شده و او را حامله کرده است. ماریه فرزندی به دنیا آورده به نام ابراهیم. احتمال می دهند که چهره و رخسار این فرزند با چهره و رخسار محمد متفاوت بوده باشد. از این رو در میان مردم صحبتهایی بر سر زبانها شایع شد که محمد با ماریه رابطه ای برقرار نکرده بلکه این فرزند نتیجه همبستری با معبور بوده است. می گفتند محمد به خاطر نداشتن پسر او را پسر خود به حساب آورده است. در ادامه همان روایت آمده است که روزی محمد آن بچه را نزد عایشه می برد. از او می پرسد خوشگل است نه؟ به من شبیه است نه؟ عایشه با تعجبی خانمانه نظر بران نوزاد افکنده و به محمد گفته است رخسارتان با هم شبیه نیستن. این کلام عایشه چنان تأثیری در وجود محمد می گذارد که به علی ابن ابی طالب فرمان می دهد هر جا مابور را ببیند سر او را از تنش جدا سازد. علی پرسان پرسان مابور را روی درخت خرمایی می یابد ولی سر از بریدنش صرف نظر می کند زیرا فهمید که مابور اخته شده است. ابن کثیر فی تفسیر الآیه 1 التحریم. همچنین الحاکم ذکر سراری الرسول. به دو دلیل احتمال می رود که مسئله معاشقه و همخوابگی ماریه با پسر عمویش مابور واقعیت داشته باشد. اول اینکه رخسار و هیبت این بچه با شکل و شمایل محمد شباهتی نداشته است. از همه مهمتر اینکه زمانی که محمد تک همسر بود و همخوابگی هایش مطابق ارگانیسم خدیجه به طور طبیعی تنظیم شده بود صاحب 3 پسر و 4 دختر می شود. اما زمانی که دست به تعدد زوجات زد و برای آن تعداد از زنانش بایستی مدام در حال ارگاسم باشد از این رو از میزان غلظت منی و اسپرمهایش کاسته می شود. این رقیق شدن اسپرمها تأثیری مستقیم بر زاد و ولد وی می گذارد و چون در دوران کهولت و پیری بوده است توانایی کاملی برای زادن اولاد نداشته. از نظر پزشکی نیز ثابت شده است انسانی که مدام مشغول ارضای خود یا مشغول اعمال جنسی باشد یا اینکه در سن پیری باشد منی وی رقیق شده و توانایی بارور کردن تخمدان را ندارد. از این رو به غیر از خدیجه از دیگر همسرانش نتوانسته صاحب فرزندی شود. دلیل دوم را با مستندات منطقی بررسی می‌کنیم. اگر محمد توانایی بارور کردن زهدان را داشته است بایستی از دیگر زنانش مانند صفیه و جویریه و ریحانه و عایشه بچه دار می شد. مخصوصا که این زنان از جمله زنان کم سن و سال و همچنین ملکه زیبایی بودند و از نظر فیزیولوژیکی آمادگی کامل برای بچه دار شدن را داشتند. از طرف دیگر صفیه و جویریه و ریحانه از شوهران قبلیشون صاحب فرزند شده بودند. در اینجا توجیه واقعه که گویا مابور اخته بوده است تنها جهت اختفا و جلوگیری از آبروی برباد رفته پیامبر از جانب راویان بر آن افزوده شده است. همانطور که اشاره شد محمد قبل از ازدواج با ماریه با وی
همخوابگی داشته و اسلام نیز بر واقعیت داشتن این مسئله صحه می‌گذارد. از دیدگاه اسلام ماریه در محمد حلال بوده است، تنها به این سبب که کنیز وی بوده است. ماریه به سبب دو واقعه تاریخی بزرگی که برایش پیش آمده است در تاریخ اسلام جایگاهی در خور توجه پیدا کرده است. اول به سبب فرزند مزنون و منتسبی است به نام ابراهیم که آن را به محمد نسبت داده. دوم اینکه به سبب همان واقعیت جنسی است که برایش پیش آمده است و قبلا اشاره ای جزئی به آن داشتیم. اکنون واقعیات زندگی پرفراز و نشیب ماریه را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. روزی که در حرمسرای محمدی نوبت به سرای حفصه رسید، قبل از انجام هر عملی حفصه رخصت خواست تا به خانه پدرش برود. گویا در آنجا چیزی جا گذاشته و باید با خود بیاورد. محمد اجازه خروج داد. با رفتن حفصه برای محمد فرصتی ایجاد می شود تا معاشقه با ماریه داشته باشد. ماریه پیشنهاد محمد را اجابت می نماید و در رخت خواب حفصه گرم معاشقه می گردند. دست بر قضا قبل از اتمام سکس حفصه مراجعت می کند. به خانه می رسد و می بیند که درب منزل از پشت بسته شده است. ناچارن جلوی در می نشیند تا محمد و ماریه از حرمگاه خود خارج شوند. محمد با پیشانی عرق‌آلود و شرمنده بیرون می آید. حفصه با دیدن چنین تصاویری که حکایت از اتمام سکس داشته از کاسه صبر و تحملش لبریز می شود. شروع به گریه بزاری و داد و فریاد می کند. به محمد می گوید معلوم بود که چرا به آسانی اجازه خروج دادی. می خواستی با کنیزت بر روی رخت خواب من هم بستر شوی. جرأت نداشته ای در منزل دیگر همسرانت چنین عملی را انجام دهی. قسم به خدا کاری غیر شرعی و حرام مرتکب شده ای. محمد هم سوگند یاد می کند که این کنیز خودم است و خدا آن را برایم حلال کرده است. ولی به خاطر تو او را از خود حرام می کنم، به شرطی که نزد هیچ کدام از همسرانم لب به سخن نگشایی. اما حفصه با کوبیدن به در و دیوار خانه عایشه از وی مژدگانی خواسته است که محمد ماریه را از خود حرام کرده و از دست ماریه خلاص شده. مسئله به گوش عایشه می رسد و خود به خود به وسیله عایشه و حفصه مسئله بزرگ می شود و اسباب دردسری برای پیامبر فراهم می گردد. محمد مثل همیشه برای سرپوش گذاشتن به اعمال ننگینش و سرکوب زنانش به آیه ای از آیات قرآن پناه می برد. التحریم 1-5. اسباب النزول ابوالحسن الواحدی ان نیسابوری مؤسسه الحلبی بالقاهره طبعه 1968 ابن کثیر فی تفصیل آیه 1-5 از تحریم. ای پیامبر، چرا برای خوشنودی همسرانت آنچرا که خدا برای تو حلال گردانیده حرام می کنی؟ خداست که آمرزنده مهربان است. قطعا خدا برای شما راه گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم. و چون پیامبر با یکی از همسرانش یعنی حفصه سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را به زن دیگر یعنی عایشه گزارش داد و خدا پیامبر را بر آن مطلع گردانید، پیامبر بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی دیگر اعراض نمود. پس چون مطلب را به آن زن خبر داد، وی گفت چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت مرا آن دانای آگاه خبر داده است. اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید بهتر است. واقعا دلهایتون انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یک دیگر کمک کنید، در حقیقت خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و مؤمنان صالح نیز یاور اویند
و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. اگر پیامبر شما را طلاق گوید، امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان، مؤمن، فرمانبر، توبه‌کار، عابد، روزه‌دار، بیوه و دوشیزه به او عوض دهد. بدین ترتیب این آیات آبها را از آسیاب انداختند. باز تا به این واقع در بیشتر منابع اسلامی سوالات و شبهات و انتقادات زیادی را در عصر کنونی ایجاد کرده است. جای شگفتی است که محمد همراه کنیزش در حال معاشقه باشد. یکی دیگر از زنانش ماجرا را بفهمد و برای دفاع از حقوق پایمال شده خود و نفی تجاوزی که صورت گرفته است، حفصه را تهدید به طلاق دادن نماید. مطابق معیار و ارزش‌های امروزی میتوان گفت که محمد به کنیز عقد نکردهش تجاوز کرده است. با این کار فرهنگ و قوانین و آداب دورانهایی را زنده نگه داشته است که مشهور به همان دوران عشیره‌گری و جاهلیت قبل از اسلام در شبه جزیره عربستان است. با آن تعداد همسرانی که داشته است، ارضاء جنسی و روحی نشده است و دزدکی تجاوز جنسی انجام داده است و در اولین فرصت نبود همسرانش را غنیمت شمرده و بلا فاصله با کنیزش هم بستر شده. در آیات قرآنی صراحتاً اشاره شده است که مالکین حق سکس و انجام عمل جنسی با کنیزانشان را دارند و هیچ گناهی برایشان نیست. 24 سوره نساء. این واقعه سندی حقیقی برای حلالیت بخشیدن و مشروع بودن تجاوز مسلمانان به کنیزانشان است و در ماندگانی این فرهنگ عشایری خود محمد پیش آهنگ میدانند. اگر محمد این کار را در منزل حفصه انجام نمی داد، این گونه رازش برملا نمی شد. یا اگر با ماریه با شیوهی داد فرورانه رفتار می کرد و از ملک خود مهریهی برایش تعیین می کرد یا حداقل حقوقی همانند دیگر زنانش برای او تعیین می کرد، همچنین به شیوهی معمولی و با آزادی ندزدکی در منزلگاه خودش با وی هم بستر می شد، اینچنین مورد مسخره و مزاح آنها و تحقیر حفصه واقع نمی شد. حفصه زنی با جرأت و اهل دعوا و مرافعه بود و در مقابل این نوع کارها نمی توانست سکوت نماید. می بایست محمد این واقعیت رفتاری حفصه را می پذیرد، چون که قبلا هم به خاطر منش خشونتگرایانش یک بار وی را طلاق دادن. از دیگر سو رفتار خشن حفصه هیچ حد و مرزی را باقی نگذاشته بود، همچنان که در روایتی آمده است که با فرمان و دسیسه او یک نفر کشته شده است. ان حفصتون زوج النبی علیه و سلم قتلت جاریتن لها سهرتها و قد کانت دبرتها فامرت بها فقتلت. موتن مالک کتاب العقول باب ماجا فی قیلهی و سهر، حدیث 2575. آری عمر ابن خطاب از ماجرا اطلاع داشته و قسم خورده است که محمد تنها به خاطر اوست که حفصه را طلاق نمی دهد و الا محمد اصلا وی را دوست نمی دارد. تفسیر القرطبی فی تفسیر التحریم 4. آری همان حفصه ای که این بار باعث شد یکی از وقایع سکسی محمد در تاریخ اسلام گم و گور نشود، قبل از ظهور اسلام زنان با سوادی در منطقه بودند. یکی از این زنان اشفا بنت عبدالله بودند. این زن حفصه را آموزش خواندن و نوشتن داده بود. محمد هم اطلاع داشت. روزی از روزها محمد به این زن میگوید همچنان که به او خواندن و نوشتن را یاد میدهید، با دعایی یا وردی او را نیز آموزش سکوت و سر به زیری بده. المسند الامام احمد ابن حنبل المجلد السادس حدیث الشفا بنت عبدالله. وجود مشکلاتی این چنینی در میان خانواده های محمد او را به موضعی رسانیده بود که به عنوان تنبیه نزد هیچ کدام از زنانش نرود و عهد کرد ما انا به داخل علیه شهرا
تا یک ماه دیگر نزد هیچ کدام از آنها نخواهم رفت. صحیح البخاری کتاب النکاح باب موعظتن الرجل ابنته لها لزوجها 4895. اما با وجود سوگندی که خورده بود تا به تحمل از کف می دهد و 29 روز را 30 روزه به حساب می آورد و پیش یکی از زنانش می رود. هنگامی که مردم از علت این کار محمد جویا می شوند، جوابی بدین گونه تعجب آور تحویل مردم می دهد. صحیح البخاری کتاب المظالم باب الغرفة والعلیه المشرفة فی سطوح و غیرها حدیث 1779. بعد از ماجرای ماریه و بعد از آنکه حفصه آن را به گوش عایشه رسانید و موضوع همگی شد، پیامبر به مدت یک ماه قرار جدایی از همسرانش را می گذارد. اما در روز 29 از عایشه شروع می کند. عایشه به او گفت: به خوبی حساب کرده ام. اکنون در 29 شب قرار داریم. محمد هم در جواب می گوید: ماه 29 روز است. حتی یک ازدواج محمد از روی عشق و خاطرخواهی نبوده است. قبلا با هیچ کدام از زنانش دوستی نکرده است. این معضل خود به خود از آن اندیشه اسلامی نشأت می‌گیرد که عشق و دوستی و صحبت و مراوده دختر و پسر قبل از ازدواج را حرام می‌دانند. در اسلام به هیچ وجه حتی اشاره‌ای جزئی هم به دوستی و عشق و محبت میان دو موجود با احساس نشده است. اساس و بنیاد خانواده در اسلام بر مبنای عشق و محبت و دوستی و احترام متقابل همسران نیست، بلکه شالوده خانواده ای اسلامی بر اساس مجموعه ای ایده های مشخص است که اسلام آنها را تعیین کرده است. و قطعا اساس آن چیزی جز پایمال کردن کرامت انسانی زن نیست. بنیاد خانواده در اسلام بر اساس 4 ستون نزیر بنیان نهاده شده است و مسلمانان بایستی با ایمانی کامل دستورات رهبر دینی خود محمد را مد نظر داشته باشند. صحیح البخاری کتاب النکاح باب الکفاء فی الدین حدیث 4802. به خاطر یکی از موارد زیر میتوان زن گرفت: یا به خاطر ثروتش، یا به خاطر ایل و تبارش، یا به خاطر زیباییش، یا به خاطر دینش. اگر به دینش تمسک به جویی، به راه پرخیر و برکتی راه میابی. اگرچه سفارش بر دینداری زن نموده اند، اما ناخودآگاه یا از روی آگاهی مسئله دین را در مرتبه 4 اهمیت، یعنی بعد از ثروت و تبار و ظرافت قرار داده اند. مسئله اصلی در زندگی مشترک اقتصاد است. در این میان خواسته های زن هیچ گونه اهمیتی ندارد و الا به آن اشاره ای هم می شود. سخن از عشق و دوستی به میان نیامده است. مطابق این حدیث ملاک های انتخاب زن به عنوان شریک زندگی عبارتند از ثروت، تبار، زیبایی و بالاخره دینداری. در آخرین پاراگراف این قسمت لازم است به واقعه بزرگ و تاریخی زنای یکی از زنان محمد اشاره کنیم و آن کسی نیست به جز عایشه، ولی این مبحث را در قسمت زنا و احکام شریعت اسلام بیان کرده ایم، چون که این واقعه پیوندی مستقیم با احکام مربوط به زنا دارد. فایل 24 شروع از صفحه 339 فصل 6 سکس و شرع و زن.
دیدگاه مردان نسبت به زنان به عنوان شرف خودشان غیر از مستحکم نمودن جایگاه خرافی دین و بی ارزش قلمداد نمودن زنان در این حال اهانتی بزرگ به خود مردان را با خود یدک کش می کند. باب اول زنا و جایگاه اجتماعی جنسیتی عایشه در اسلام. انجام سنگسار به شیوه ای کلاسیکی این گونه انجام می شود که عده‌ای از مؤمنان واقع در یک منطقه جغرافیایی با استفاده از تعاون و همکاری فرد فرد و یا به شیوه دست جمعی خون زنی را با استفاده از سنگ می ریزن. مسلمانانی که دیدگاه عقیدتی نسبت به کشتار انسانها و مخصوصاً قشر زنان این گونه بار آمده اند تخلیه روانی می شوند. بخش اول زنا در اسلام. از دیدگاه اسلام پاورقی تحقیقات این قسمت تنها مختص به دین اسلام است. به همین خاطر نظریات کاملا جنبه اسلام محورانه دارند. ادامه متن. زنا عبارت است از عملی سکسی و غیر شرعی میان دو جنس مذکر و مؤنث. طبق احکام اسلامی مشروعیت رابطه جنسی میان این دو جنسیت تنها در سایه عقدی اسلامی میسر خواهد شد. در غیر این صورت هر نوع عمل سکسی به هر طریقی و به هر نوعی جنسیتی که انجام گیرد زنا محسوب می شود. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. الاسراء 32. و به زنا نزدیک مشوی چرا که آن همواره زشت و بد راهی است. در اسلام زنا عملی ناشایست شناخته شده است. در نظر عامه مردم مقید به مسائل اسلامی زنا عبارت است از جماع کامل میان دو نفر. اما بر اساس احکام اسلامی رسیدن به ارگاسم یا عدم ارگاسم کامل زنا محسوب شده و گناهی کبیره است و مسلمانان را نسبت به انجام آن برحذر داشته‌اند. پیش از عقد حتی دوستی و خاطرخواهی، بوسه و عشق و حال، صحبت و نگاه کردن، نوازش و مالش همگی جزء زنا محسوب می شود. حتی صحبت کردن در مورد اندامهای جنس مخالف و یا دیدن تصاویر هوس‌انگیز نیز حرام است. در صحیح بخاری انواع زنا با جزئیات آن بیان شده است تا جایی که میعاد عشقی نیز در زمره زنا به حساب آمده است. صحیح بخاری کتاب النکاح باب قول الله جل و عز ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبهی نساء او اکنتم فی انفسکم علم الله الآیه الی قولهی غفور رحیم. البقره 235. از دیدگاه محمد زنا تنها عبارت از جماع کامل دو انسان نیست، بلکه چشم با نگاه کردن زنا می کند، زبان با ابراز کردن، دل با میل داشتن دامن یعنی اندامهای جنسی نیز یا مأموریت را به انجام می رساند یا آن را سرکوب می کند. همچنین وی معتقد است که هر انسانی به سهم خود گناهگونه‌ای زنا به پایش نوشته شده است و ناچاراً طبق قانون جبر بایستی آنها را مرتکب شود. صحیح البخاری کتاب الاستئذان باب زنا الجواره دون الفرج حدیث 5889. برای مثال محمد برای مصون ماندن افراد از ارتکاب زنای چشمی گفته است نباید مرد به جلو یا به عقب مردی دیگر نگاه کند. همچنین زن نیز نباید به جلو یا به عقب زن دیگری چشم بدوزد. قال رسول الله لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولو مراعتون الى عورت مراع. صحیح مسلم کتاب الحیض باب تحریم النظر الى عورات حدیث
338. ابن عباس روایت می کند در هنگام نماز جماعت زنی پشت سر محمد نماز می خواند. به خدا سوگند الهه زیبایی بود. برخی از اصحاب در صفوف جلو نماز می خواندند تا توجهشان به او جلب نشود، اما برخی دیگر در صفوف عقبتر جای می گرفتند. زمانی که آن زن به سجده می رفت، دزدکی به باسن وی نگاه می کردند. تفسیر ابن کثیر فی تفسیر الآیت الحجر 24. عملی این چنین جزء زنای چشمی به حساب می آید. در رابطه با این مسئله آیه‌ای در قرآن مکتوب شده است: ولقد علمنا مستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، الحجر 24. آرایش برای زنان حرام است. محمد با توسل به آتش جهنم زنانی را که آرایش کرده و مردان را اغوا می کنند مورد تهدید قرار داده است. آن زنانی که لباس به تن دارند و در عین حال عریان هستند، در زمره اهل آتش هستند. منظور از نپوشانیدن تن مطابق معیارهای اسلامی است. آنها همان کسانی هستند که خودشان اغفال شده اند و دیگران را نیز اغفال می کنند. کسانی که گیسوی خیش را همانند کوهان شتران می آرایند، اینان نیز در زمره بهشتیان نیستند و حتی بویی از آن نیز نمی برند و با بوی بهشت فرسخها فاصله دارند. صحیح مسلم کتاب اللباس و زینه، باب النساء القاسیات العاریات المائلات المميلات، حدیث 2128. همچنین مخفیانه صحبت کردن با زنان حرام است. در آیه‌ای اشاره شده است: اگر کسی حتی از بیوه‌ای خواستگاری نماید، حق ندارد مخفیانه با او صحبت کند. البقره 235. بر شما گناهی نیست که غیر مستقیم از زنان شوی مرده خواستگاری کرده یا تمایل به خواستگاری از آنها را در دل پوشیده داشته اید. خدا می داند که شما چنین تمایلی دارید، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید. مفسران چنین صحبت کردنهایی را زنا می دانند. قرطبی در تفسیر خود آورده است: هر گونه سخن از هماغوشی، تلاش برای انجام سکس، میادگاه های مخفیانه یا هر عمل مشابه دیگر را عملی ناشایست دانسته است، چرا که اجماع علمای دینی مبادرت به این اعمال را ناپسند دانسته و مخالف انجام آن می باشند. تفسیر القرطبی فی تفسیر البقره 235. همچنین طبری در تفسیر خود درباره این آیه نوشته است: اگر با زنی در میادگاهی به شیوهی مخفیانه قرار گذاشتی، همانا عملی مساوی زنا را انجام داده ای. ابن کثیر نیز همان نظر را دارد و گفته است: به هیچ زنی نگویید من عاشق تو هستم، با من پیمان ببند که غیر از من با هیچ کس دیگری ازدواج نکنی، یا سخنانی از این دست. تفسیر ابن کثیر فی تفسیر آیه 235 البقره. با این حساب به غیر از راه عقد و نکاح شرعی، هر نوع عمل جنسی یا دیدار در میادگاه عملی کاملا حرام محسوب می شود و انجام دهندگان آن مورد عقاب قرار می گیرند. کاملا واضح است این قوانین بر اساس اتفاقاتی که رخ داده اند وضع شده اند. قوانین اسلام به ویژه در آیاتی که در ابتدای ظهور اسلام و در شهر مکه بروز یافتند، سزای زناکاران به روز قیامت موکول شده بود. در این مرحله که 13 سال طول کشید، به غیر از تهدید و ارعاب به وسیله شکنجه های دوزخ و در جهان آخرت، برای زناکاران هیچ گونه احکام خشنی وجود نداشت. این هم خود
مربوط میشد به شیوه های کلاسیکی که محمد برای تبلیغ در بر گرفته بود. تازه قدرت آنچنانی هم نداشت که قانون وضع کرده و احکام خیش را به اجرا بگذارد. اما در مدینه به سبب در اختیار داشتن قدرت و اقتصاد کلان، هرچند که مدت زمان این دوره 10 سال بود، اما تغییراتی بنیادین و اساسی صورت گرفتند تا جایی که مجازات زناکاران را مشخص کردند و در همین دنیا احکام مجازات را اجرا می کردند. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی دنیا و الآخره. نور 19. برای کسانی که دوست دارند امر زنا در میان آنان که ایمان آورده اند شیوع پیدا کند، به عذابی دردناک هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار خواهند شد. می توان مرحله مدینه را به 2 بخش عمده تقسیم کرد. در بخش اول مجازات زنا سهل و آسان بوده و برای مرد و زن متفاوت بود. مجازاتی که برای مرد تعیین شده بود ساده تر و جزئی تر از مجازاتی بود که برای زن تعیین شده بود. و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند 4 تن از میان خود مسلمانان بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند آنان یعنی زنان را در خانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد. و از میان شما آن 2 تن را که مرتکب زنا می شوند آزارشان دهید. پس اگر توبه کردند و درست کار شدند از آنان صرف نظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است. تفاوت این دعایه در نوع مجازات کردن هاست. زندان ابد تا واصل شدن به مرگ برای جنس زن و اذیت کردن های کوتاه مدت برای جنس مرد. 2 آیه حکایت از مجازات خشنتر و بزرگتر برای جنس زنان دارد که همانا تبعیض جنسیتی و فاصله طبقاتی را به روشنی آشکار می سازد. در تغییری ناگهانی در بخش 2 آیات مدنی مجازات به زدن تازیانه برای هر 2 تغییر می یابد. به هر زن زناکار و مرد زناکاری 100 تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز باز پس این ایمان دارید، در کار دین خدا نسبت به آن 2 دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن 2 حضور یابند. نور 2. تغییرات در نحوه مجازات، آن هم با درخواست محمد از خدایش در جواب آیه 15 سوره نساء یا زنان که به صورت تفسره آمده است. برای مجازات زناکاران منتظر باشید که خداوند چاره‌ای برایتان روانه کند. در روایتی محمد راه چاره را اینچنین بیان کرده است: الناسخ و منسوخ فی کتاب الله للقتاده، صفحه 493. همچنین الناسخ المنسوخ فی قرآن کلیم لنهاس، صفحه 97. قانون برای زنان و مردان متأهل زناکار 100 ضربه شلاق و سنگسار آنها تا مردن. برای دختران و پسران مجرد 100 ضربه شلاق و تبعید به مدت 1 سال. در منبعی دیگر بیان شده است: خزو انی انا قد جعل الله لحن سبیلا البکر بالبکر جلت مائقه و نفی سنت و سیب به سیب جلد مائق و رج الناسخ و منسو فی قرآن الکریم لنهاس، صفحه 97. همچنین الناسخ و منسو هبت الله بن السلامه، صفحه 104 تا 105. بگیرید خدا راه چاره‌ای برای من نمایان کرد. کسانی که مجرد هستند 100 ضربه شلاق و 1 سال تبعید. کسانی که متأهل هستند
صد ضرب شلاق به اضافه سنگ سال تا مردن. کسانی هم که برای زنان آزاد نکنیزان تهمت درست کنند مجازات می شوند. نور آیه 4. و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند سپس 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید. مطلبی که در این آیه قابل تأمل است آماده کردن 4 شاهد و شلاق زدن متهمین است. کسی که نتواند 4 شاهد برای اثبات ادعایش آماده کند مورد تنبیه و خوردن شلاق قرار می گیرد. از طرفی دیگر چون که 2 زن مساوی با 1 شاهد هستند اگر 4 شاهد ذکور یافت نشد آوردن 8 شاهد زن الزامی است. و از آنجا که کنیز به مساوی نصف زن آزاد حساب می شود برای شهادت دادن علیه زناکار در صورت نبود 4 شاهد مرد یا 8 زن آزاد 16 کنیز باید شهادت دهند. اگر تعدادشان کمتر از 16 باشد نه تنها شهادتشان پذیرفته نخواهد شد بلکه به هر کدام 80 تازیانه زده خواهد شد. نور آیه 4. گواهان بایستی خود همگی شاهد ماجرا بوده باشند. بایستی در حالت عریان و هماغوشی و دخول آنها را مشاهده کرده باشند. بدین ترتیب اتهام اثبات می گردد. روایتی در این مورد وجود دارد و جای بسی تأمل است و به جاست در اینجا به عنوان سند سخنانمان بیاوریم. در دوران خلیفه دوم عمر ابن خطاب یکی از صحابه ها به نام مغیره والی بصره بود. دوتا دوتا و ستا ستا زنانش را طلاق می داد و زن دیگری را عقد می کرد تا جایی که در زندگیش سبای از کنیزانش 99 زن اختیار کرده بود. خودش می گفت تا مردانگیم توانایی داشت خودم مردشان بودم. در زمان کهولت و پیریم به خاطر اینکه دیگر مردان سراغشان نروند با پول و هدیه و کادو دادن ماندگار می شدن. الجاهز المحاسن و الازداد الشرکت لبنانیت لنش طبعه 1969 فصل محاسن و تزویج صفحه 129. مغیره دخترباز ماهری بود. به غیر از زنان خودش با زنان دیگر نیز سکس بازی می کرد. به همین سبب نزد عمر ابن خطاب از وی شاکی شدند مبنی بر اینکه مغیره مشغول زنا کردن است. عمر نیز هیئتی را به سرپرستی ابو موسی اشعری برای تفحص و زیر نظر گرفتن اعمال وی مأمور کرد تا در صورت انجام چنین اعمالی وی را نزد عمر ابن خطاب بفرستند تا محاکمه اش کنند. پس از مدتی بررسی و تفحص در رفتار وی 4 نفر مأمور می شوند که وی را زیر نظر بگیرند تا اینکه زمانی که مغیره در خانه‌ای مشغول سکس با ام جمیل بنت عمر بود او را عریان و در حال انجام عمل زنا مشاهده کردند. گروه مزبور پس از کشف ماجرا همراه با شواهد نزد عمر می روند تا بر ماجرا گواهی دهند. اولین شاهد نافع ابن حارس بود که گفت مغیره را روی شکم آن زن دیدم در حالی که آلت نعوذ شده اش را دقیقا در متن عربیش بدین گونه آمده است. همانند فرو بردن خنجر در غلافش حرکت می داد. و سوگند یا که حقیقت را میگوید. و دومین و سومین شاهد به ترتیب عبارت بودند از شبیل ابن معبد و ابو بکر. آنها نیز به همان شیوه ای که نافع شهادت داده بود شهادت خود را مبنی بر واقعیت داشتن زنای مغیره با ام جمیله در حالی که با چشمان خیش شاهد ماجرا بوده اند همراه با جزئیات واقعه عیان کردند. و با سوگندهای پیاپی به آن چاشنی دادن. چهارمین شاهد زیاد بود. قبل از ادای شهادت عمر به او میگوید ای زیاد ما
من تو را انسانی دروغگو نمی دانم. چیزی که از تو انتظار دارم این است که حداقل تو عامل سنگساره یکی از یاران پیامبر نباشی. زیاد می گوید تصویری خفتبار را دیدم. صدای ناله و آه و اوف را می شنیدم. باسنی معلق در هوا و در حال حرکت دیدم که بالا و پایین می رفت و دو پا که به حالت عمودی همانند گوش های الاغ بلند شده بودند. دیگر بیشتر از این چیزی ندیدم. خلیفه عمر این سخن زیاد را به عنوان شهادت قبول نداشت، چون که ذکری از نام زناکاران به میان نیاورده بود و مطابق آیه شواهد بایستی 4 نفر باشند نه 3 نفر. بنابراین چون که گواهان کافی نیستند، آن جرم به عنوان زنا محسوب نمی شود و تبرئه می شود. و در عملی غیر منتظر مغیره را روانه محل کارد و 3 شاهد دیگر را به ترکه می بندند. هر کدام از آن 3 شاهد 80 ضربه شلاق یا ترکه شامل حالشان شد به جرم تهمت علیه دیگران. یکی از گواهان تا آخرین ضربه از سخن خودش پشیمان نشد و مدام قسم می‌خورد کاری که مغیره انجام داده و عملی که از او مشاهده کرده است عین زنا بوده است. البلاذری کتاب فتوع البلدان القسم الثانی صفحه 423. همچنین خلیل عبدالکریم مجتمع یثرب صفحه 57 تا 58. این داستان 4 شاهد آوردن آن هم برای عملی که 2 نفر مخفیانه و به دور از چشم دیگران انجام می دهند، آیا برای اثبات کاری مخفیانه آوردن 4 شاهد منطقی است؟ این سؤال سؤالی جدید یا انتقادی تازه نیست، از قدیم الایام و از دوران خود محمد نیز وجود داشته است. یکی از اصحاب زنش را در حال زنا با مردی دیده بود، ولی به خاطر اینکه 4 شاهد نداشت نمی دانست با او چه کار کند. در نتیجه شکایت پیش محمد آورد. او هم توانست تنها با طلاق آنها را از هم جدا کند. بعدها محمد گفته بود اگر کسی زناکاری را بدون شهادت شهود سنگسار می کردم، قطعا زن آن مرد را سنگسار می کردم. صحیح المسلم کتاب اللعان حدیث 1497. اولین زن و شوهری که محمد موجب جداییشان شد و نام آنها در تاریخ ثبت شده است، صحابه‌ای به نام هلال ابن امیه و همسرش بودند. شواهد نشان می‌دهد که همسر این مرد با صحابه‌ای به نام شریک ابن سهما زنا کرده است و محمد با طلاق دادن و جدایی این زن از همسرش به نوعی آنها را تنبیه کرده است. در حقیقت محمد در صداقت هلال شکی نداشت و همین اطمینان به هلال باعث شد که فکر کند که زن هلال زنا کرده است و برای اطمینان کامل آن را به بعد از وضع حمله همسر هلال موکول کرد و گفت اگر بچه چشمان سیاه، باسن بزرگ و پهن، پاهای قوی و باز داشت، بچه هلال است. اما اگر چشمان سیاه و موی مجعد و پاهای باریک داشت، فرزند شریک است. بچه که به دنیا آمد همان مشخصاتی را داشت که از پیش برای فرزند شریک تعیین شده بود. صحیح البخاری کتاب التفسیر باب وی در رعا انها عن العذاب عن تشهد حدیث 4470 در صحیح مسلم به شیوه دیگر بیان شده است. صحیح مسلم کتاب اللعان حدیث 1496. در حقیقت زنا انجام گرفته بود، ولی به خاطر نبود 4 شاهد کسی به سخنان هلال باور نکرد. برای گشودن مشکلات خیانت و عواقب سکس و تجاوزات جنسی در صورت نبود 4 شاهد راه حل اورژانسی جدا کردن و طلاق بود، ولی در مراحل بعدی در پروسه مشهور به ملاعنه آیاتی در این باره مکتوب شد. نور آیات 6 تا 9. و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی دیگر ندارند،
هر یک از آنان باید 4 بار به خدا سوگند یاد کنند که او قطعا از راستگویان است و گواهی در دفعه 5 این است که شوهر بگوید لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد و از زن کیفر ساقط می شود در صورتی که 4 بار به خدا سوگند یاد کند که شوهر او از دروغگویان است و گواهی 5 آنکه خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد. برای نمونه بازگویی مورد زیر خالی از لطف نیست. صحابه‌ای به محمد گفت ای پیامبر خدا اگر کسی زنش را در حال زنا ببیند و شاهدی هم نداشت اگر از آن سخنی به میان آورد از آبروریزی بزرگی سخن به میان آورده و در صورت سکوت بی آبرویی را تحمل کرده است. محمد سکوت اختیار می کند و پاسخی نمی دهد. بار دیگر صحابه این مسئله را مطرح می کند. محمد تنها با قرائت دوباره آیات و با شیوهی نصیحتگونه به شاهد می گوید بایستی برای ادعای خیش 4 شاهد بیاوری. آن مرد به سبب نداشتن 4 شاهد می گوید قسم به آن کسی که تو را به حق فرستاده کذب محضی در این بابت ارائه ندادم. محمد همسر آن مرد را فرا می خواند و او را با تهدید روز قیامت می ترساند تا جایی که عذاب این دنیا بسی آسان‌تر از عذاب اخروی است و آن زن هم ادعا می کند و می گوید قسم به آن کسی که تو را به حق فرستاده شوهرم دروغ می گوید. محمد آنها را به قسم خودن وادار کرد. مرد 4 بار سوگند یاد کرد برای قسم 5 و در صورت دروغ گفتن نفرت خدا را هم به آن اضافه کرد اگر دروغی گفته باشد. زن نیز به همان شیوه قسم خورد ولی راه چاره محمد برای این مشکل جدایی و طلاق گرفتن بود. صحیح مسلم کتاب للعان حدیث 1493. با پناه بردن به راه چاره های متافیزیکی به شیوه یاد کردن سوگندهای شرعی بسیاری از زناهای صحابه و زنانشان را ماستمالی می کرد. بسیاری از روایات در مورد مرحله ملاعنه در اسب زناکاری اصحاب و مسلمانان را نشان می دهند. مسئله کشتن زنانی که با دلداده های خیش عمل سکسی را انجام می دهند در حقیقت گویای این واقعیت است که بسیاری از صحابه ملاعنه را به عنوان راه چاره نپذیرفتند. مردان مسلمان به خاطر پیروی کردن از فرهنگ و سنت باستانی خیش و برای ابراز شهامت و مردانگیشان کشتن زن را بهترین راه چاره محافظت ناموسی دانستند و خود محمد از این سنت کاملا پشتیبانی کرده. سند این پشتیبانی را هم مورخان معتمد اسلامی ثبت کرده. برای نمونه یکی از صحابه که در مورد ملاعنه صحبت می کرد به محمد گفته است صحیح المسلم کتاب اللعان حدیث 1498. نه خیر، قسم به کسی که تو را به حق فرستاده است اگر در چنین تصمیم گیری هایی بیفتم قبل از هر کاری خود با شمشیر علاجش می کنم، یعنی او را می کشم. محمد نیز به حاضران می گوید از رفتار و سخنان بزرگانتان پیروی کنیم. غیرتش اجازه زنای همسرش را نمی دهد. من از او با غیرت تر هستم و خدا نیز از من با غیرت تر است. در اسلام این نقطه آغازین کشتن زنان به بهانه محافظت از شرف و ناموس می باشد. همین سنت کهن عشایری برای مردان مسلمان همچون میراثی ماندگار باقی مانده است. تنها برای توجیه کردن و محافظت از شرف و ناموسشان زنانشان را می کشند. در جهان اسلام جامعه‌ای یافت نمی شود که زنان و دختران را به بهانه ناموس پرستی آماج ترور و سنگسار نکرده باشند. اغلب به خاطر گوشه و کناره های اطرافیان و صرفاً به خاطر اینکه به آنها گفته شود مردی شرافتمند است، زنان دچار تعقیب و گریز و سوزاندن و به شیوه شرعی دچار سنگسار شده اند. جای بسی تأمل است. همان حقی که مرد به وسیله آن می تواند
نفرت و انزجار خود را از همسرش اعلام دارد، برای زن قائل نشده اند که بتواند شوهرش را از خود براند. بحث ما بر سر شریعت و حرام بودن و فاحشه‌گری و راه علاج آن نیست، بلکه آشکار کردن پدیده فساد جنسی در اسلام و صحبت در مورد اموری است که محور عقاید مؤمنان و صحابه را تشکیل می‌دهد. محمد اگر خود با دیدگاه دینی از سکس بحث نمی‌کرد، باعث چنین مشکل اجتماعی عظیمی نمی‌شد که محور بسیاری از چالش‌ها گردد. اگر او اطلاعات درستی داشت و به گونه‌ای صحیح بدون هیچ ابهامی موضوعات را بررسی می‌کرد، قطعاً بهتر از آن بود که در تاریکی و از بیراهه آن را علاج کند. مجازات برای کسانی که مشغول اشاعه زنا هستند تعیین شده است. مجازات سنگسار تا واصل شدن به مرگ. این مجازات صرفاً برای تهدید و ترسانیدن زناکاران تعیین شده است. البته ناگفته نماند سنگسار کردن پدیده ای اسلامی نیست. قبل از اسلام در دین یهود نیز وجود داشته است. در تورات آمده است اگر زنی به عقد مردی در آمد ولی کس دیگری را پسندید و با او جماع کرد، بایستی هر دو را از دروازه شهر بیرون بنانید و سنگسارشان کنید. سفر تثنیه باب 2 23 تا 24. همچنین در انجیل آمده است زنی را در حال جماع گرفته بودند، او را نزد عیسی بردند و گفتند قبلا موسی مجازات سنگسار را برای چنین زنانی تعیین کرده بود. امر تو در این باره چیست؟ عیسی گفت همان روش را ادامه دهید. محمد همانند بسیاری دیگر از قواعد و قوانین دیگر که مستقیما از ادیان دیگر اخذ کرده بود، رجم و سنگسار زناکار را نیز از یهودیان اخذ کرد بدون انجام هیچ گونه تغییری. آن را به عنوان قانونی جدید در اسلام معرفی کرد و مسلمانان به آن نیز میبالند. السنن لأبی داود باب فی رجم یهودین حدیث 4446. آیاتی که برای اولین بار سخن از سنگ سار کرده اند در قرآنهایی که اکنون در دسترس هستند، یعنی همان مصحف منسوب به عثمان، موجود نیستند، بلکه در قرآنهای منسوب به ابی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس موجود بودند. منابعی همچون بخاری و مسلم و ابی داود این واقعیت را حقیقتی انکار ناپذیر می دانند. بخاری می گوید عمر ابن خطاب در مسجد و در بالای منبر به مردم چنین گفت: اکنون در مورد مطلبی برایتان بحث می کنم که چاره‌ای جز بحث کردن از آن را ندارم. کسی نیست که تردیدی در مرگ داشته باشد، شاید بعد از ادای این گفته مرگ در رسید و فرصت دیگری نباشد. هر کس آن را کاملا فهمید در مکانهای دیگر آن را روایت کند. کسی هم که می ترسد و باور ندارد برای کسان دیگر نفع کند و به نام من دروغ سر هم نبافد. همانطور که ایمان دارید خدا پیامبر را به حقیقت فرستاد و کتابی برایش نازل کرد، یکی از همان آیاتی که نازل شده است آیه سنگسار است. قبلا اشاره کرده ایم و آن را تشریح کرده ایم و از آن بهره کافی برده ایم. پیامبر نیز مطابق شریعت زناکاران را سنگسار کرده است و ما نیز به تبعیت از وی زناکاران را سنگسار کرده ایم. اما اکنون این آیه را در قرآن مشاهده نمی کنم. و روزگاری هم از در می رسد که مردم آیه سنگسار را در قرآن کلن فراموش کنند و بدین ترتیب یکی از وظائف محوله خداوندی را به باد فنا بسپارند، در صورتی که بر مسلمانان واجب شده است. سنگسار در قرآن به صورت متنی کاملا حق و واجب آمده است و هر مرد و زن زناکاری را شامل می شود. پاورقی عمر ابن خطاب مقبلا علی المنبر فی کتاب صحیح البخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلی من زنا ازا احسنت حدیث 6442، صحیح المسلم کتاب الحدود باب رجم سیب
فی الزنی حدیث 1691 السنن للامام ابی داود کتاب الحدود کتاب الحدود باب فیرج 4418 الموتا کتاب الحدود باب ماجاء فیرج حدیث 2105.